درود بر شما. 28 خرداد ماه 1400 خورشیدی و 18 ژوئن 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر طبیعتاً به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی میپردازیم و امیدوارم که فرصت بشه پرده آخرم داشته باشیم. خب این 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی است که از 592 نفر داوطلب ریاست جمهوری 7 نفر شورای نگهبان به مردم معرفی کرد و این 7 نفر به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران از صندوق رای دارن یه نفرشون بیرون کشیده میشوند. غیر از نخستین دوره ریاست جمهوری که شورای نگهبانی وجود نداشت و 96 نفر مستقل و سازمان‌های سیاسی اون موقع نامزد ریاست جمهوری شدن و ابوالحسن بنی صدر شد رئیس جمهور، تمام دوره‌های بعدی انتخابات ریاست جمهوری با دخالت تعیین کننده شورای نگهبان زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد و تو همه انتخابات تا سال 76 غیر از کسی که قرار بود رئیس جمهور بشه تعداد رأی بقیه مثلا نامزدهای تعیین صلاحیت شده اصلا قابل اعتنا نبود. یعنی از دومین انتخابات ریاست جمهوری همه چیز مهندسی شده بر طبق خواست روحانیت به قدرت رسیده. سریع مرور میکنم، دومین انتخابات ریاست جمهوری 2 مرداد 60، از 71 داوطلب 4 نفر شورای نگهبان تایید کرد: علی اکبر پرورش، عباس شیبانی، حبیب الله عسکرولادی و محمد علی رجایی که قرار بود رئیس جمهور بشود و شد. سومین انتخابات مهر 60، 46 نفر ثبت نام کردند، 4 نفر تایید شدند: علی اکبر پرورش، حسن غفوری فرد، رضا زواره‌ای و علی خامنه‌ای که قرار بود رئیس جمهور بشه و شد. مثلا تصور اینکه بقیه بشن که خب نبود که در اون چارچوبه. چهارمین انتخابات مرداد 64، فقط 3 نفر تایید صلاحیت شدن: محمود کاشانی، حبیب الله عسکرولادی و علی خامنه ای که قرار بود رئیس جمهور بشه و شد. دومین دورش. بعد پنجمین انتخابات ریاست جمهوری مرداد 68، 79 نفر ثبت نام کردند، صلاحیت فقط 2 نفر تایید شد: عباس شیبانی و هاشمی رفسنجانی که قرار بود رئیس جمهور بشه و شد. بعد ششمین دوره خرداد 72، 127 نفر ثبت نام کردن، تایید شده 4 نفر: عبدالله جاسپی که خودش آدم رفسنجانی بود، رئیس دانشگاه آزاد، رجب علی طاهری که معلوم نبود از کدوم شهر به عنوان نماینده مجلس بود، نه شما میشناسینش نه موقع کسی میشناختش، احمد توکلی و هاشمی رفسنجانی که قرار بود رئیس جمهور بشه و شد. هفتمین دوره خرداد 76، 4 تا نامزد معرفی شدن از طرف شورای نگهبان: محمد خاتمی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدی رئی شهری، وزیر پیشین اطلاعات، سید رضا زواره‌ای، عضو شورای نگهبان که از مؤتلفه بود. در خاطره های هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطراتش نشون داده می شود که اولین انتخابات که رئیس جمهور خلاف میل رأس حاکمیت شد رئیس جمهور همون 2 خرداد 76 بود که همه برنامه ها برای رئیس جمهور شدن ناطق نوری بود، اما خب مهندسی عمل نکرد. ظاهرا خاطرات سال 76 هاشمی رفسنجانی، کتاب کارنامه خاطرات سال 76، جمعه 26 اردیبهشت، صفحه 156: دکتر حسن روحانی آمد، اظهار نگرانی کرد از اینکه پس از موضع‌گیری یک طرفه روشن رهبری، یعنی از ناطق، اگر آرای مردم با نظر رهبری هماهنگ نباشد، ضربه بزرگی به نظام خواهد بود و این گونه موضع را اشتباه می‌داند و از بی‌طرفی من اظهار رضایت کرد و گفت فشار زیادی روی اوست که به نفع آقای ناطق اظهاری بنماید. متأسف که مهندسی عمل نکرد. خاتمی شد رئیس جمهور. سال 80 انتخابات دور دوم محمد خاتمی نسبتاً آروم گذشت. سال 84 1014 نفر داوطلب ریاست جمهوری شدن، شورای نگهبان 6 نفر معرفی کرد، نهایتاً آقا هم دو تاشون رو با حکم حکومتی اضافه کرد که درباره حکم حکومتی صحبت می‌کنیم. محسن رضایی، رفسنجانی، کروبی، قالیباف، علی لاریجانی، مصطفی معین، مهرعلی زاده و احمدی نژاد که نظرش به نظر آقا نزدیکتر بود و قرار بود رئیس جمهور بشه و شد. بعد از اون انتخابات سال 88
دست بردن تو رای مردم، باعث اعتراضای خیابونه میلیونی شد که دیگه داستانش رو همه میدانید. بعد سال 92 هاشمی رفسنجانی جزو رد صلاحیت شده ها بود. چجوری رد صلاحیت شد؟ منم که ببینید تو انتخابات ریاست جمهوری 92، خب ما یه سری جلساتی رو داشتیم، تو این جلسات بحثایی میشد که کف خیابون وضعیت چیه. بالاخره در یه جلسه گزارشی داده شد، توسط خود منم دادم گزارش رو دادم که خدمت شما عرض کنم که بر اساس گزارشاتی که ما داریم تو این انتخابات آقای هاشمی رای میار و کف خیابون. حالا یه عزیزی هم تو اون جلسه گفت آخه یعنی چی، یعنی مثلا بچه حزب الله یا مثلا میذارن این اتفاق بیفته و اینا. گفتم من بحث بچه حزب الله نه، من دارم کف خیابون جامعه رو میگم بر اساس اطلاعاتم، چون من هر جام بودم تا حالا با همیشه بر اساس کف خیابون حرف میزنم، یعنی باید اطلاعاتمون اینجوری باشه. بعد خدمت شما عرض کنم من اقدامی که کردم این بود که اومدم هزینه فایده تایید صلاحیت و رد صلاحیت ایشون رو نشستم تو دو صفحه نوشتم که منم بر اساس نظامم این کارو کردم. ببینید من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت ایشون رو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. وقتی نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره، رد صلاحیت بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. دلایل رد صلاحیت هم آورده بود. شما رد صلاحیت آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی رو تأکید کردید؟ بله، من بر اساس عرض کردم همون هزینه فایده. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت شما عرض کنم که اونجا دقیقاً اون چه رو به جمع‌بندی رسیده بودم همه رو براشون خوندم. خب فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چه تو ذهنشون گشتن که یه انقرتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستم. و دیگه حالا بعدم آقایون تصمیم گرفتن. به به، بر اساس هزینه فایده. حالا یه برین رأی بدین، اصلا رأی ملاک نیست، بر اساس هزینه فایده نظام میمونه. برای اینکه بدونین حتی ببینید خامنه ای چه کارا کرده تا حالا و حالا هی داره از پرده برون میافتد، خود چون که میدونن برای ماها و بقیه. برای اینکه بدونین رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی با دستور خود خامنه ای انجام شد، یادتون بیارم فقط دعوای احمدی نژاد و خامنه ای رو سر همین مصلحی که داشت صحبت میکرد. مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد بود، به دلیل اختلافی که با تیم مشائی معاون اول احمدی نژاد داشت که کاری به توضیح جریانش ندارم، میگفتن تیم انحرافی و فلان و اینا، مجبور شد استعفا بده. خود مصلحی یعنی مجبورش کردن، احمدی نژاد و مشایی به ویژه مجبورش کردن که مصلحی از وزارت اطلاعات استعفا بده. رسانه ها هم اعلام کردن که استعفای مصلحی از وزارت اطلاعات رو رئیس جمهوری احمدی نژاد تایید فرمودند. خامنه ای فوری دخالت کرد همون موقع 28 فروردین 90، پس از آنکه سایت های متعلق به دولت احمدی نژاد است پذیرش استعفای حجت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات توسط احمدی نژاد خبر دادند، او به دلیل مخالفت مقام معظم رهبری با کنارگیریش در وزارت اطلاعات ماندنی شد. پیش از این نیز رئیس جمهور تصمیم داشت وزیر اطلاعات را برکنار کند که آن دفعه نیز با مخالفت رهبر انقلاب مواجه شده بود. چرا رهبر انقلاب اینقدر به این مصلحی در دولت نیاز داشتند ایشون؟ چون سال 92 نزدیک داشت میشد و مصلحی باید میموند تا نقشه خامنه ای رو پیش ببره. رفسنجانی تنها ابرقدرت مقابل خامنه ای شده بود و بود معمار کلی از سیاست های معمار رهبر شدن خود خامنه ای بود، باید کنار گذاشته می شد و شد. رفسنجانی خودش بعد از اعلام رد صلاحیتش همون حرفی رو میزنه که هفته پیش، همین هفته چند روز پیش مصلحی فاش کرد. شابه نیروهای امنیتی و نظامی رد صلاحیت هم نبود، عدم احراز
وقتی که وزارت اطلاعات گزارش داد که بیش از 70% مردم در دوره اول من رای میدن، این تصمیم گرفت. خب ما هیچ کاری نداریم به جناح بندی ها، کاری نداریم هم به این که این فایل تصویری که الان دیدن صحبتی رفسنجانی رو از اون موقع تا حالا خانواده رفسنجانی هر کدومشون حالا در آرشیو مقدسشون نگه داشته بودن. همیشه وقتی که افشاگری رسانه‌ای میشه، در واقع چیزی مطرح میشه، پخش میشه، اینا میان داخل خودشون یه چیزی رو مطرح میکنن که بله ما معترض هستیم، فلان هستیم، بعد داخل و خارج از کشور نمیدونم این کلاب هاوس رو نمیدونم فلان و بهمان میریزن، دکتر فائزه رفسنجانی، اون یکی دکتر بهمان، اون یکی مهندس فلان، همشون رو میارن جلو به اونان معترضان به نظام. کاری ندارم به جناب پندیا. همین حرفی که رفسنجانی زد یعنی انتخابات در جمهوری اسلامی فقط یک وسیله است برای حکومت خامنه‌ای. به مصلحه احتیاج داشت برای انداختن بیرون هاشمی رفسنجانی. تو همین انتخابات 1400 592 نفر داوطلب ریاست جمهور شدن، 7 نفر شورای نگهبان معرفی کرد به مردم. تو رد صلاحیت شده ها هم آدمای مهمی بودن در نظام، از جمله علی لاریجانی که 12 سال رئیس قوه قانونگذاریشون بوده، الان هم مشاور رهبر معظمه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه. داداشش صادق لاریجانی که عضو فقهای شورای نگهبان، جلسه رد صلاحیت علی رو فاش کرد که در برنامه قبلی مفصل بهش پرداختیم، که این همون جلسه ایست که سال 92 مصلحی وزیر اطلاعات وقت میره تو جلسه شورای نگهبان و میگه رفسنجانی باید رد صلاحیت شده به دلیل هزینه فایده. حالا از این فایده این رد صلاحیت شدن علی لاریجانی رو صحبت خواهیم کرد. بعد از این فاشگویی صادق لاریجانی بود که علی لاریجانی نامه نوشت به شورای نگهبان که طبق قانون خودشون خواستار دلایل کتبی عدم تایید صلاحیت شد. کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان اومد زود جواب داد. جوابش چی بود؟ احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش بینی نشده است. اولا علی لاریجانی هم نگفته بود که عمومی، گفته برای من بفرستی، من درخواست کردم بفرستی. خب دوباره علی لاریجانی برداشت نامه نوشت به شورای نگهبان و این نامه مجدد علی لاریجانی است که به هر حال باز درخواست کرد، من کاری به جزئیات نامش ندارم. این بار مدرسی یزدی عضو فقیه شورای نگهبان آمد گفت اصلا کجا گفته شده تو قانون که ما باید جواب بدیم؟ آقای مدرسی یزدی 3 دور از عضو فقهای شورای نگهبان منصوب آقای امام خامنه ای در شورای نگهبان. دو تا از کاندیداهایی که صلاحیتشون تایید نشد درخواست کردن که شورای نگهبان دلایل رد صلاحیتشون رو اعلام کنه به صورت شفاف تا مردم قضاوت کنن. آیا شورای نگهبان این کار رو انجام خواهد داد؟ خب بر چه اساس کدوم ماده قانونی این درخواست کردن؟ به صورت علنی فقط گفتن، یکیشون خب. حتی تو مجلس شورای اسلامی میخوام ببینیم بر اساس چه ماده قانونی این درخواست کرد. یعنی درخواست قانونی نیست. اعلام کنم کدوم ماده قانونی گفته است که کدوم قانون اساسی یا قوانین انتخابات ریاست جمهوری همچین چیزی رو گفته؟ کدوم؟ علی لاریجانی در نامه هایی که به شورای نگهبان می نویسه و درخواست دلایل کتبی رد صلاحیت رو می کنه تأکید می کند به سیاست های ابلاغی رهبر معظم در خصوص انتخابات ریاست جمهوری. سیاست کلی ابلاغی رهبر درباره انتخابات رو سال 95 رهبر معظم ابلاغ فرمودند که دارین میبینین و میرسیم به بندی که بله پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان. یکم وظایف شورای نگهبانه. خب درخواست کرده دیگه. حالا این سوال میماند که آیا این دستور آقا، این ابلاغیه، این حکم حکومتی، هر چه اسمشو بخوایم بذاریم، آیا جزء قوانین هست یا نه؟ این حالا صحبت خواهیم کرد. اجازه بدین که بریم به خدمت آقای مجتبی
واحدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، آقای واحدی سردبیر روزنامه آفتاب یزد بودند در ایران و مشاور مهدی کروبی که البته در سال 91 ایشون در نامه سرگشادی به مهدی کروبی از ایشون جدا شدند و نوشتند که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. خوش آمدید آقای واحدی به امشب صفحه آخر. آقای واحدی خواهش می‌کنم قبل از اینکه من بپردازم به آن گزارش که داشتم میدادم و برگردم به همون مسئله، بفرمایید که اصولا چه ارزیابی دارید از امروز انتخابات تا این لحظه از صبح تا الان؟ سلام به بینندگان برنامه و به شما، خوشحالم که فرصتی هست در خدمت دوستان هستم. ببینید فکر میکنم به جای اینکه حالا ما خیلی تلاش کنیم از رسانه‌های غیر حکومتی کمک بگیریم وضعیت رو بگیم، به گمانم رفتار تبلیغاتی خود حکومت و حرفایی که میزنن، آمارهایی که منتشر میکنن که کاملا متفاوت هست روندش با دورهای قبل، نشون میده که وضعیت به چه صورت هست. ضمن اینکه دیگه حالا مثل سالهای قبل نیست، حالا هر روز که میگذره امکانات بیشتری در اختیار مردم هست که انحصار صدا و سیما که یک روزی جعبه جادویی صدا و سیما بود رو بشکنن، از رسانه مختلف میاد و اتفاقا وضعیت طوری شده که حالا شما اشاره کردید در پیش از گزارش، پیش از صحبت ما یه گزارش پخش شد که مثلا صدا و سیما در شبکه 3 یه تصویر از همدان نشون داده، همون تصویر رو در شیراز. خود من اتفاقا سال 96 پای تلویزیون اجازه داشتم نگاه میکردم، عکس گرفتم رو گذاشتم، یه دونه تصویر از مشهد و همون تصویر از اصفهان، دقیقا همون تصویر. این اتفاقا میفته ولی نگرانی ندارم، به دلیل اینکه خودشون هم میدونن کسی صدا و سیما را اصلا نگاه نمیکنه، یعنی حتی فکر کنم مدیران صدا و سیما حالا تحوبشون دست میده ببینن و ارزیابی کنن یا حتی بازرسانشون. به هر حال وضعیتی که هست، یعنی میخوام بگم اینها معیار نیست گزارشی که نمیدن، اما ببینید اینها برخلاف همیشه که همیشه سعی کردن بگن که از روز اول میگن مردم آمادن برای حضور پرشور و پرشکوه، از حدود یک ماه قبل شروع کردن که 30% شرکت میکنن، 32% شرکت میکنن، رقم های اینطوری که به نظر من یک نوع اعتماد سازی بکنن که اگر فردا گفتن 57% یه دیگه خیلی خوب، اینا خودشون گفتن دیگه، یعنی روندی که اصلا قابل قبول نبوده. یا همین امروز شما چیزی که اعلام کردن، یه بار گفتن که تا ساعت 2:01 بعد از ظهر حدود 5 میلیون نفر شرکت کردن، یه خبرگزاری گفت 4.5 میلیون، بعد اعلام کردن تا ساعت 19:15 میلیون. ببینید روند رای گیری همه مردم دارن میبینن، اصلا سیستمی وجود نداره در جمهوری اسلامی هنوز که بتونن بلافاصله آمار رو بگن. این نوع آمارسازیایی که دارن میکنن و بی سابقه بوده، کما که در سال 88 هم اشاره میکنم یک نوع آماردهی بی سابقه بود که نشون میداد دارن تقلب میکنن، این خودش نشون میده که اینا ناچارن که آمارهایی رو بدن که اگر مثلا 9 شب اعلام کردن شد 21 میلیون، یه عده بگن خب بابا بیچاره که خودشون تا 2 ساعت پیش میگفتن 20% بیشتر شرکت نکرد، پس بود راست میگن. از طرفی دیگه میگم وضعیت طوریه که گزارشه که در میاد انقدر تواتر رسیده که نمیشه تکذیب کرد. ببینید در سال 88 هم نمونه رو بگم چه کار کردن که غیر سابقه بود، همواره کاری که اینا اعلام میکردن میگفتن که مثلا بر هر چه شهرستان ها و استان ها کوچیک‌تر بود، رای گیری یا شمارش آرا تموم شده اعلام میکردن. صدا و سیما هم گفتش که شمارش آرا در استان مثلا کوهگیر و رحمت تموم شده، اینقدر شرکت کردن، اینقدر به فلان کس، اینقدر به فلان کس. در سال 88 ساعت 1:30 اعلام کردن که از مجموع 5 میلیون آرای شمارش شده تا به حال آقای احمدی نژاد اینقدر، یعنی دیگه اصلا جزئیات رو ول کردن کدام استان چه جوری. این شروع تقلبشون بود. روندی که الان وجود داره به نظر من اصلا نیاز به تلاش ما نیست، خود مردم ببینن. صدا و سیما مثلا امید نداره که مردم باور کنن، صدا و سیما گزارشش برای افراد خاصه و یه مقدار برای تن رنجور و روحیه بیمار آغاز که بعد شاید این گزارش‌ها یه مقدار بهشون تشکی بده. بازم قبل از وارد بشم من دو نکته کوچیک بگم با توجه به صحبت شما. یکی گفتید که آقای رجب علی طاهری، نمیدونید که آقای رجب علی طاهری نماینده کازرون بود در مجلس و یک معجزه، یک واقعا پدیده بود، البته فوت کرده خدا رحمتش کنه، یک پدیده بود در انتخابات سال 72. ایشون تو تلویزیون گفتش که دوستان گله میکنن میگن که ارزش پول ایران اومده پایین، امام طرفداران و شیفتگان میلیونی در سراسر دنیا داره، پول ایران رو در مقیاس بسیط چاپ کنید در دنیا بفروشید، ارزش پول ایران میره بالا. در مورد آقای رفسنجانی هم اشاره کردید، حالا اونو بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما آقای رفسنجانی هم در این موضوع انفعالی برخورد کرد. اون موقع اومدن اعلام کردن که ایشون علت رد صلاحیتش مثلا سن زیاد و ناتوانی جسمی بوده، رفت یه عکس از تو کوه انداخت که داره از روی جای میپره که نشون میده هنوز توان بدنی داره و یه عکس هم که حالا روی تریدمیل پخش کردن. به نظرم خود آقای رفسنجانی با این کارش یک نوع انفعال به خرج داد و در زمین اونها بازی کرد. حالا در مورد بحث علت رد صلاحیت آقای رفسنجانی بیشتر تو بحثا صحبت حالا خانم. اصلا پدیده رفسنجانی اون بحث دیگری است. ببینید اجازه بدید آقای واحدی عزیز من برگردم به همین موضوع رهبری خامنه ای و مسئله انتخابات و یعنی یه مقدار بحث رو از این روزمرگی بکشیم به
سمت یه مقدار جدی‌تر در این فرصت کوتاهی که داریم. آیا سیاست‌های کلی انتخابات که مهر 95 رهبر ابلاغ فرمودند لازم الاجرا هست یا نیست؟ اگر هست که یعنی قانون اساسی و قوانین موضوع فقط ملاک نیست و حکم حکومتی و ابلاغیه‌های رهبر حکم قانون رو داره در واقع. اگر سیاست‌های ابلاغی رهبر ملاک نیست، اینو در پیوند با سیاست ابلاغی رهبر در پیوند با رد صلاحیت علی لاریجانی میگم که علی لاریجانی تکیه میکنه به این و شورای نگهبان جوابش نمیده، میگه هیچ اصلا اینا ملاک نیست. خب اگه ملاک نیست، فقط قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری ملاک فرضم میگیم که اینا خیلی قانون مدارن، پس مملکت داره بدون ولی فقیه داره میشه. ولی فقیه فقط یک اسمه و هیچ قدرتی نداره. کدوم اینا صادقه آقای واحدی؟ بستگی به شرایط داره. ببینید، شورای نگهبان تا حالا بارها و بارها و بارها خیلی راحت میشه اینا رو در آورد. یک قانون مصوبه مجلس رو، یک آیین‌نامه داخلی دولت رو رد کرده به استناد مغایرت با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری. یعنی یکی از عناوینی که اینها قانون اساسی میگه که مصوبات مجلس بایستی با مبانی شرعی و با قانون اساسی تطبیق داده بشه. عدم مغایرت، حتی تطبیق نمیگه با موارد شرعی تطبیق داشته باشه، نمیگه با قانون اساسی تطبیق، میگه نباید عدم مغایرت وجود داشته باشه. اما شورای نگهبان یک ترم‌های جدید اضافه کرده، مثلا حتی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو مسلط بر مصوبه مجلس می‌کنه. یعنی اگر مجلس چیزی تصویب کنه که برخلاف یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه، شورای نگهبان رد می‌کنه. به چه دلیل؟ برای اینکه اعضای شورای انقلاب فرهنگی و مانیفست‌های شورای انقلاب فرهنگی رو رهبر تعیین کرده. پس این وجود داره. اما در این دوره به خصوص ببینید، به نظرم مجموعه روندی که انجام شد، یعنی حتی کاری که مصلحی کرد، یک نوع میخوان اعلام کنن که رهبر در این دخالت نداره و شورای نگهبان وظیفه خودش انجام داده. میان میگن در سال 92 علت رد صلاحیت رفسنجانی گزارش مصلحی بوده، الان هم شورای نگهبان بدون توجه به نظر مثلا توصیه رهبر لاجن رفته. نه خیلی که مشخصه، کی باور میکنه که مثلا آدمی مثل جنتی، مثل حتی کت خدایی قدرت داشته باشه که رفسنجانی رد صلاحیت کنه بدون چراغ سبز رهبر. من میگم بازی که این دفعه شروع کردن و پخش فیلم صحبت‌های مصلحی بعد از 8 سال هم عملاً، در مورد موضوع 8 سال قبل هم واقعا فقط به این دلیل که بگن که شورای نگهبان مستقلا تصمیم گرفته در سال 92 بر اساس گزارش شورای اساس گزارش وزارت اطلاعات و در سال 1400 هم بر اساس گزارش نهادهای امنیتی، اون چیزی که حتی صادق لاریجانی هم در زمین رهبر بازی کرد، اومده گفته که نهادهای امنیتی گزارشایی داده بودن بر اساس اون گزارش‌ها رد صلاحیت شد که بعد مشخص شد گزارش‌ها دروغ بوده. یعنی می‌خواد بگه شورای نگهبان تصمیم گرفته ولو بر اساس گزارش غلط، ولی دستوری برای شورای نگهبان وجود نداشته از طرف رهبر. این به نظر من بازی که میخوان رهبر رو دامنش رو از این کار تبرئه کنن، اگرچه کسی هم باور نمیکنه و تازه اگه باور کنه برم گردم به حرف شما که اگر قراره که رهبر کاری نباشه، حدود 4-5 هزار محافظ میلیاردها تومان، بلکه میلیاردها دلار هزینه در سال بابت کسی که قراره هیچ کاری نکنه چه فایده داره. در قضیه برکناری مصلحی، آقای خامنه‌ای اومد گفتش که من دخالت در کار قوای قانونی نمیکنم مگر مصلحتی تثبیت شود بر از ریشه فوت، یعنی یه مصلحتی از بین بره. آیا واقعا رد صلاحیت کسی که 8-12 تا رئیس مجلس بوده، الان نماینده ویژه رهبر برای فروش ایران به چین هست، این هیچ مصلحتی درش تثبیت نشده به قول آقای خامنه‌ای؟ خب که مشخصه بازی با کلمات، من اینکه احساس کنن که همونقدر که خودشون احمقن فکر کنن مخاطبان مردمیشون احمق هستن. خب اگر بخوایم بگیم که مصلحتی در این کار بوده است، ببینید، بذاریم من به قبل از اینکه وارد مشخصا شخص رئیسی بشیم در پیوند با این انتخابات، یکی دو نکته بسیار مهم در این انتخابات سرش بحث میشه. یکیش این است که این انتخابات شاید اصلا آخرین انتخابات ریاست جمهوری باشه و دیگه اصلا پست ریاست جمهوری در نظام مقدس وجود نداشته باشه. آقای واحدی عزیز، اجازه بدین من چند دقیقه کوتاه گزارش بدم برای بینندگان در این پیوند، برگردم خدمت شما. ببینید، خمینی در اردیبهشت 68، یعنی 40 روز قبل از مرگش، نامه نوشت به رئیس جمهور وقت. حالا بعضیا میگن همین نامه هم نامه سید احمد خمینی بود، حالا باری نامه نوشت به رئیس جمهور وقت که همین علی خامنه‌ای بود، رئیس جمهور دستور داد که قانون اساسی بازنگری بشود. یکی از مواردی که بازنگری شد حذف نخست وزیری بود. بعد از مرگ خمینی، خامنه‌ای شد رهبر، رفسنجانی شد رئیس جمهور و دیگه نخست وزیری هم در کار نبوده تا امروز. حالا از سال 90، از 10 سال پیش، باز صحبت از تغییر در این حوزه است. این بار به اسم تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، یعنی نظام ریاستی میگن، یعنی رئیس جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود، حالا در قانون و بهش میگن نظام ریاستی، این به کلی حذف بشه.
به جاش نخست وزیر بیاد که پارلمان انتخابش میکنه، با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب میشه و او بشود رأس قوه مجریه. خامنه‌ای در این باره 24 مهر 1390 سخنرانی کرد. در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی. بله، میتونه این رو تبدیل کنه به نظام به قول خودشون پارلمانی. آنچه خامنه‌ای میگه مثل بعضی از کشورها هیچ اشکال نداره، اگه ضرورت مصلحت ایجاب کنه میتونیم برگردیم به نخست وزیری رو بذاریم رأس قوه مجریه و رئیس جمهور رأس کنیم، یعنی مثلا مثل انگلیس، مثل هلند، مثل دانمارک که ملکه یا شاه داره و فقط اونا اسمن و دخالتی در حکومت ندارن و البته نظر ثروت مثلا انگلیس اسم نیست. حالا و نخست وزیر همه کاره قوه مجری است. در ایران جمهوری اسلامی چون این چیزی ناممکنه، اونجا شاه یا ملکه در نظام مشروطه نه قدرت اجرایی داره نه قدرت قانون گذاری و دخالت در حکومت. نخست وزیر بر اساس رأی مستقیم مردم به احزاب به طور طبیعی معرفی میشه، رهبر حزب اکثریت میشه نخست وزیر. اونجا شاه مشروطه دارن و قدرت در دست احزاب سیاسی است. تو ایران ولی فقیه دارن، یعنی تو جمهوری اسلامی رهبر همیشه همه کار است. بنابراین برعکس نظام های پارلمانی در اروپا، در ایران نخست وزیر است که نقش عروسکی خواهد داشت و نه شاه یا سلطان یا رهبر یا ملکه، که رهبر ولی مطلقه، فقیهه در ایران و همه کاره. تا این نظام پابرجاست، این ایدئولوژی هست، این قانون اساسیشون هست. فران باری این بحث در مجلس، همین صحبت که خامنه ای کرد سال 90، از حدود یک سال بعدش در مجلس از سال 91 ادامه داشته. در دیماه 92 علایالدین بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، یعنی همون حذف رئیس جمهور، را ایده رهبر انقلاب توصیف کرد آقای بروجردی و گفت قرار شد در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد. تیم های کار خود را شروع کردند که نمیدونم به کجا رسیدن. این ایده مقام رهبری باید دقیق بررسی شود و ابعاد مختلف آن به معظم الله گزارش شود. سال 96 خامنه ای در یک پرسش و پاسخ با دانشجو مثلا باز به این موضوع پرداخت و گفت که فعلا همین که هست مشکلاتش کمتره از اینکه ما رئیس جمهور رو برداریم نخست وزیر رو بذاریم، ولی باز امسال این بحث به طور گسترده و جدی مطرح شده است. آقای واحدی عزیز، برمیگردیم خدمت شما. به تجربه 42 سال گذشته اختلاف رهبر با رئیس جمهور به دلیل ساخت من آریان که شما میگید آریان، من میپرسم آریان که مترجم میشم، اگه با منید من آریان نیستم. آقای واحدی صدای بنده رو میشنوید؟ بله بله، در خدمت شما. درود بر شما. ببینید، در 42 سال گذشته بنا به تجربه جمهوری اسلامی دیدیم که به دلیل ساختار قدرت در این نظام همیشه اختلاف بوده است بین رهبر و رئیس جمهور و با رئیس جمهور شدن رئیسی الان داریم صحبت میکنیم، ابراهیم رئیسی. اگر زمزمه هایی بود که رئیسی ممکنه رهبر جانشین خامنه ای بشود که هممون شنیده بودیم تو بعضی از محافل، با رئیس جمهور شدنش قاعدتاً چنین نخواهد شد، چون مقدمتاً اختلاف پیدا کردن با خامنه ای یعنی تضعیف موقعیت رئیسی در بعضی محافل قدرتشون. آیا اوضاع رو چنین می‌بینین یا هم نظرید با کسایی که معتقدن همونطور که خامنه ای اول رئیس جمهور شد و بعد رهبر، رئیسی رو هم در همین مسیر دارن در واقع میبرن جلو؟ ببینید، من اصلا هیچ ملازمه بین جایگاه فعلی رئیسی با احتمال رهبریش نمی‌بینم. من از کسانی هستم که احتمال رئیس رهبرشون رئیسی رو تا الان حداقل صفر می‌دونم و معتقدم که علتی که متأسفانه بعد از اصلاح طلبان هم این حرف رو در دهان مردم انداختن از سال 95 و 96، علتی که رئیسی رو مطرح کردن که میخواد رهبر بشه اینه که نخ از به نظر من بیت خود خامنه‌ای این کار مطرح کرد و اصلاح طلبان دامن زدن و اونی که سطح رهبری رو بیارن در سطح کسی مثل رئیسی. ببین، قبلش من اصلا بد و خوبی کاری ندارم، مردمی بودن غیر مردمی کارم، من در اشل جمهوری اسلامی و با استانداردهای جمهوری اسلامی میگم.
قبلش کسانی که مطرح بودن هاشمی شاهرودی بود، هاشمی رفسنجانی بود، بعضی ها مثلا حالا خیلی افراطی ها مصباح یزدی، یعنی یک قد و قواره در حد و حدود اونها به لحاظ فقهی و به لحاظ جایگاه حوزوی و به لحاظ سوابق در نظام. خب در اون شرایط در رقابت با رفسنجانی و هاشمی شاهرودی و مصباح یزدی مطرح کردن مشتبه خامنه‌ای کار ساده نبود. اما وقتی سطح رهبری اومد رو رئیسی، این که حالا دیگه رئیسی رهبر بشه یا مشتبه خیلی تفاوت نمی‌کنه. به گمان من اصلا طرح رئیسی بر این بود که سطح موضوع بیا در سطحی که مشتبه قابل قبول باشه. یعنی حالا به فرض اگر کسان قرار باشه تن بدن به این ننگ ولایت فقیه، مقایسه کنن بین رئیسی و مشتبه، میگن خیلی خوب مشتبه لااقل دستش به اندازه رئیسی به خون آلوده نیست، سواد هر دوشون یه اندازه است، بدون اینکه بخوام پروپاگاندا بکنم هر دوشون در یه حد میفهمن. پس حالا مشتبه باشه که لااقل تا امروز که میخواد رهبر باشه کمتر از رئیسی آدم کشته. من با تاکید میگم. اما اینکه حالا مثلا اگر رئیس جمهور بشه آیا برای جایگاهش خلل وارد میکنه؟ نخیر. یعنی اگر فرض بر این باشه که رئیس میخواد رهبر بشه، مگر خود خامنه ای الان خیلی محبوبه که شما فکر کنید اگر رئیس جمهور شد مشکلات اقتصادی مثلا افتاد گردنش، بعد رفتنش به جایگاه رهبری مشکل میشه؟ اصلا محبوبیت در بین مردم چه جایگاهی داره؟ همین چیزی که خود شما پخش کردید، آقای مسلمی میگه که ما برآورد کردیم دیدیم که آقای رفسنجانی رای میاره رای صلاحیتش کردیم. این در جمهوری اسلامی اصلا محبوب بودن جرمه. آخه یه جورایی نه، از نظر مردم، از دیدگاه مردم کاملا قابل درک نکته‌ای که شما میفرمایید، ولی نه، منظورم در درون خودشون لااقل در برگیرنده بیشترین حجم جناح‌های مختلف حکومتی باشه و سپاهی ها از جمله. خب طبیعتا کسی باشد که هم اقتدار داشته باشه، هم محبوبیت بین هر کدوم از اینا. طرفدارای خامنه‌ای رو ما داریم صحبت میکنیم نه مردم، و بعد طرفدارای رهبر به طور کلی. خواهش میکنم ببینید، بازم تکرار میکنم، باز اصلا معیار محبوبیتی که من شما میگیم با اونها متفاوته. ببینید از نظر اونها آقای حسینی هم یا تلویزیون میشینه میگه ما همه باید از آقای رئیسی تشکر کنیم به خاطر آدمایی که کشته. یعنی معیار محبوبیت، معیار صداقت، معیار سلامت با چیزی که من شما میگیم تفاوت داره. این که خود من معتقدم تصمیم در دوره خامنه‌ای گرفته خواهد شد که چه کسی رهبر بشه، زمین سازی هم میکنن. تا این لحظه به نظر من مشتبه خامنه‌ای است. بسیار از کارهایی که خامنه‌ای داره میکنه در واقع پذیرفتن بسیار از ننگ ها، آلودگی ها، رسوایی ها به جان خودش است، برای اینکه فردای رهبری مثلا یه خورده اوضاع رو در بعضی زمینه ها اصلاح کنن و اون طرف محبوب بشه. کسی برای غیر این کارو نمیکنه، برای بچه خودش به نظر من این کارو میکنه. اما اینکه مثلا فرض کنیم به نظر من تصمیم میگیرن سپاه هم هدایت خواهد کرد، سپاه هم مباشر قصه خواهد بود، حتی مجریش خواهد بود. من از شما سوال میکنم، فرد امشب خامنه‌ای فوت کنه، فردا صبح تلویزیون اعلام کنه که حسن قلی شد رهبر بر اساس رأی مجلس خبرگان، من قسم جلاله برای شما میخورم نصف بیشتر از اعضای خبرگان اصلا متوجه نمیشن چه اتفاق افتاده. اصلا خیلیشون شاید هنوز خبر ندارن آقای خمینی فوت کرده، قراره تازه خامنه‌ای هم فوت کرد، قراره یکی بیاد جانشینش. هنوز من فکر می‌کنم خمینی رهبره. یعنی با این که میگم خداشاهدی بحث تعصب یا شوخی یا اغراق هست دیگه. حالا من ممکنه اغراق باشه، ولی قطعا درصدی از اونها هنوز خبر ندارن، اگه تازه بدونیم که فکر کنیم که میدونن شاه رفته. این شما تصاویر خبرگان رو ببینید، اظهار نظرهاشون رو ببینید، حالا اگه اغراق هم باشه که واقعیت آقای واحدی بسیار... خواهش میکنم، چون شما خیلی گذرا دو جمله رو گفتین درباره مشتبه خامنه ای. خب در پیوند با رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی و رهبر شدن یا نشدنش، بسیار خوب پاسخو گرفتیم از شما که اصلا ربطی به این نداره که این طرف چقدر محبوب باشه چقدر نباشه، محاسبات در زمان مشخص خود همین خود کیا این محاسباتو میکنن و کیا تصمیم میگیرن وقتی که مثلا خامنه‌ای نباشه. یعنی چقدر فرد بفرمایید در پیوند با مشتبه خامنه‌ای چقدر سرمایه گذاری بیت رهبر، برای مثال عرض میکنم که حالا شما بفرمایید کیا تصمیم میگیرن، بر رهبر کردن مشتبه خامنه‌ای واقعی است؟ من یه نکته خدمت شما، ببینید نمیشه انکار کرده هر کس بگه که تمام تصمیمات رو شخص علی خامنه‌ای میگیره و همه قدرت رو علی خامنه‌ای، به نظرم ساختار قدرت ایران نمیشه، به خصوص الان که خامنه‌ای نشانه های از زوال عقل هم درش هست، بعد از نشانه های از افت شدید محبوبیت و افزایش شدید منفورتش وجود داره. اما به هر حال مجموعه‌ای که خامنه‌ای دور خودش جمع کرده و به نظر من قوی ترین بخشش مشتبه خامنه‌ای هست تصمیم میگیرن، و سپاه یکی از بازوان قدرتمندشون هست، حالا بازوان مالی هم دارن مثل ستاد اجرایی و جاهای دیگه، در حوزه های علمی آدماشون رو چیدن، یعنی تمام جاهایی که اینا فکر میکنن در بین حالا کم یا زیاد از اقشار جامعه نفوذ دارن آدم چینی کردن. حتی در سپاه اومدن کاری کردن که به هر حال سپاه یک نیروی قدرتمنده و بودن کسانی درشون که در جنگ جنگیدن برای کشور و واقعا هنوز همیشه به بعضیشون افتخار کرد. من اما خب روز به روز میبینید کسانی که از جهت فساد و از جهت بی سوادی
روز به روز دارن بیشتر میشن، اونا سطوح بالاتر رو میگیرن. شما فکر نکنید اتفاقی یک نفر به نام حسین سلامی رو میذارن اونجا که فرق کرونا یاب رو با مثلا سیفون دستی تشخیص نمیده. این باید کسی باشه اونجا که هر چی تو سرش دارن اصلا شعورش نرسه. اینو به خدا بادم تکرار میکنم، بحث تحقیر کسی نیست، وگرنه آدم های زیادی بودن حاضر بودن دست خامنه‌ای هم ببوسن، اما یه خود باهوشتر از حسین سلامی بودن. یعنی تمام جاهایی که ممکنه تا روزی که خامنه‌ای زنده است بله هم دستورات اون بوده، ولی وقتی خامنه‌ای سرش گذاشت مرد، بعضی از جاهای احساس قدرت میکنن. در اون جایی که احساس قدرت میکنن باید کسانی باشن که اصلا فهم و شعور حسابی نداشته باشن، کسانی باشن که نقطه ضعف داشته باشن. به همین جد مهره چینی که شده از شورای نگهبان تا قوه قضاییه تا سپاه تا ستاد اجرایی، یعنی جایی که قدرت مالی دارن یا قدرت امنیتی دارن، همه مهره چینی‌ها به نحوی هستش که روزی که شبی که خامنه‌ای سرش گذاشت زمین، هیچ کس در هیچ کدوم از نهادها به خودش اجازه نده و یا قدرت ابراز وجود نداشته باشه. در مورد ریاست جمهوری هم به نظر اتفاقا رئیسی رو گذاشتن که رئیسی یک آدمی که پیشاپیش آدم منفوریه، هیچ اصلا قدرت مردمی نداشته باشه که بخواد از جایگاه ریاست جمهوری و قدرت مردمیش استفاده کنه در روز تعیین رهبری بخواد اعمال نفوذی بکنه. بله، ببینید باز من میخوام سوالمو خیلی هم وقت نداریم، ولی من دلم میخواد که باز تاکید بکنم، چقدر احتمال میدید که مشتبه خامنه‌ای رهبر آینده جمهوری اسلامی بشه آقای واحدی؟ من آرزو و احتمال اصلی رو میگم که هیچ کمشون شاله نباشن، اما در این روند فعلی به نظر من تا این لحظه رهبر بعدی مشتبه خامنه‌ای هست، یعنی اصلا تردید نمی کنم درش تا این لحظه. یعنی مهندسی ها به هر حال به این سمته، اصلا حتی مهندسی انتخابات مجلس رئیس جمهوری برای این سمت بوده، گذاشتن قالیباف، گذاشتن رئیسی انتصاب فرمانده سپاه، جابجایی های شورای نگهبان، اینا همشون بر همین اساس بوده به نظر من. ببینید یک نکته بسیار مهمی در پیوند با جنگ قدرت و رقابت بین اصلاح طلبا و اصولگراها میخوام ازتون بپرسم. عملا از سال 76 در واقع شروع شد این جنگ قدرت که برخلاف تصور مهندسان انتخابات و شخص خامنه‌ای خاتمی شد، رئیس جمهور در این تردیدی نیست، میخواستن ناطق بشه، در حالی که روند به اون صورت پیش آمد. بعد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 داریم نگاه میکنیم، آیا در این دوره که اصلاح طلبات شاید بشود گفت به طور کامل از گردونه اصلی قدرت کاملا به بیرون پرتاب شدن، چه تفاوتی دارد انتخابات 1400 از زاویه منظورم این دو جناح اصلی رقیب هست برای چشمانداز جمهوری اسلامی با انتخابات 1376، یعنی اثری که اون انتخابات و حضور اصلاح طلبا در جامعه گذاشت و اثری که این انتخابات فعلی و حضور اصلاح طلبا یا عدم حضورشون در جامعه میذاره؟ خواهش میکنم. و در قدرت ببینید سال 76 یک تفاوت اصولی با سال 1400 داره. سال 76 روند انتخابات به طرفی بود که ناطق نوری رئیس جمهور میشد. چیزی که باعث شد که رفسنجانی وارد میدان شد و حتی در خطبه نماز جمعه از احتمال تقلب صحبت کرد که خامنه‌ای رو منفعل کرد، خامنه‌ای اومد ناچار شد دستوراتی صادر کنه، این بود که رفسنجانی به درستی احساس میکرد با توجه به روابط نزدیکی که ناطق نوری با خامنه‌ای داره، اگر ناطق نوری رئیس جمهور بشه نفر دوم کشور ناطق نوری خواهد بود نه رفسنجانی. اما در مورد خاتمی تصور وجود نداشت و باز هم درست فکر می‌کرد رفسنجانی، یعنی خاتمی دیدیم که با اون پشتوانه مردمی نتونست کار خاصی انجام بده. رفسنجانی حضور خاتمی رو با اینکه به لحاظ اعتقادی و به لحاظ سابقه رفاقتی روابطش با ناطق نوری بسیار نزدیکتر بود، اما چون احساس خطر برای قدرت خودش کرد خاتمی رو ترجیح میداد و اومد در خطبه های نماز جمعه رسما گفت قرار تقلب بشه و بعد هم اومد برای پسرش محسن هاشمی حکم ویژه داد، بازرسی ویژه ریاست جمهوری در حوزه انتخابات که جنتی اعلام کرد ما چیزی در قانون اساسی به نام نماینده ویژه رئیس جمهور نداریم. هاشمی گفت بسیار خوب، من الان بشارتی رو عزل میکنم، محسن رو به عنوان سرپرست وزارت کشور میذارم که قانونی بشه، که دیگه اونا عقب نشینی کردن. یعنی اون وضعیت بود. در این دوره هم چیزی وجود نداره، یعنی کسی نیست که قدرتش در حدی باشه که بتونه در برابر شورای نگهبان بیسته و اون احساس خطر هم نیست. اما در مورد اصلاح طلبان، اصلاح طلبان این دوره به نظر من حتی بعضی میگن کنار سفره انقلاب، سهم اصلاح طلبان از سفره انقلاب حتی اون سفره هم که آقای قاضی‌زاده هاشمی تکون نیست، یعنی اون پرده نون هم سهمشون نیست، ولی نمیدونم واقعا چه محاسبه میکنن. البته کسانی هستن درشون که در تمام سالهای گذشته، یعنی در دوره احمدی نژاد، در دوره روحانی، در دورهای مختلف از جمله آقای کرباسچی سوء استفاده مالیش کردن، به همین جهت اونها حضور در عرصه رو ترجیح میدن، به همین جهت میدونه کرباسچی حکم زندان هم داره، زندان نمیبرنش، یعنی حکومت این آدما نیاز داره. در این دوره اصلاح طلبان به نظر من یک حرف احمقانه دارن میزنن، اشاره میکنن به همون نکته که شما گفتی، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، میگن بریم رأی بدیم که اون تبدیل نشه. اصلا واقعیتش اینه که
این رو هم خود حکومت تو دهنشون انداخته، برای اینکه مثلا بیان توجیه کنن شرکتشون رو. حکومت یک انتخاباتی میخواد که فقط بتونه صفا رو نشون بده. چه واقعا شما آقای فلاحتی مثل من خوب میدونید چه فرقی میکنه اصلا آقای همتی رئیس جمهور بشه یا آقای رئیسی یا روحانی؟ مگر همه اینا در پایان 8 سالشون، چه احمدی نژاد، چه خاتمی، چه روحانی، آخرش نمیگن با کاری نبودیم. حالا چه فرقی میکنه رئیسی باشه یا غیره؟ کاری که اصلاح طلبان دارن میکنن به نظر من دریوزگی حضور حداقلی در کنار صفحه انقلاب، و بلکه نه کنار صفحه انقلاب، در کنار تکانده های صفحه انقلاب. بسیار بسیار سپاسگزارم ازتون آقای مجتبی واحدی، امیدوارم در فرصت های بعدی باز بیشتر در خدمتتون باشیم و در پیوند با بسیاری مسائلی که میبایستی در این برنامه صحبت میشد و فرصت نشد صحبت بکنیم. ممنونم ازتون آقای واحدی. موفق باشید. واگذاریم انتخابات رو برای خودشون، چیکار کنیم؟ بریم پرده آخر. اول ابوالبشر آدم تا قیامت هیچ جوانی اینطور جوانی نکرده که امروز علی کرد. 3000 شمشیر زن و نیز زن و تیر زن و دعوا اونچنون کشت و کشتار میکرد، اومد از پیغمبر رو بعد حفظ میکرد که آخرش فرار کردن. یعنی هرستلی حریف شده که در رفتن که خب خواستم بکشن، اگه پیغمبر سالم بود خب نزش هرستلی، یعنی اینقدر کشت و کشتار کرد ولی خب نکنم ولی نمیکنم برن. یه نفر به 3000 نفر لا سیف لا ذوالفقارین استفاده که از شمشیرشون کردن، ببینید چه کار کرد. چی بگم، شب و روزگار خوش.